امروز رسانه‌های رژیم در حالی خبر از دیدار خامنه‌ای با چند هزار نفر از مردم بلوچستان و خراسان جنوبی دادند که اکثر علما و شخصیت‌های بلوچستان دعوت رژیم برای حضور توی این ملاقات رو رد کرده بودند. واقعیت چیه؟ چه تعداد از مردم بلوچستان حاضر به دیدار با خامنه‌ای شدند و اصلا هدف خامنه‌ای از برگزاری این ملاقات چی بود؟ ابتدا همراه میشیم با همکارم حسین فارسی تا به این موضوع بپردازیم. حسین، به شما سلام و خوش آمد میگم، خیلی ممنون که همراهمون هستی. حسین، ابتدا برامون بگو که خامنه ای امروز چی گفت و حرف اصلیش چی بود؟ از کنم بازور شما که خامنه ای امروز، شما اشاره کردید به چند هزار نفر، این کل این دکانی که خامنه ای داره 500-600 نفر، بیشتر توش جا نمیگیره. حالا اینکه اینا چیز میکنن لابد با شعور مخاطباشون، یعنی پاسار بسیجی ها حتما تنظیم کردن که یه همچین چیزی گفتن، و الا خب هر کس که اون تصاویر رو ببینه میفهمه که 400-500 تا بیشتر نیست و چیز 7000 نفر زدن چقدر مضحکه. در مورد اینکه خب چه تعداد از شخصیت ها علمای بلوچستان چیز کردن، میتونم بگم که هیچ شخصیت برجسته ای از بسیار شخصیت ها، بسیار خوانین یا علمای بلوچستان توی این بسیار جلسه نبود. حداکثر 3 یا 4 نفر از آخوندهای سنی که طرف رژیم هستن به صلاح توی این چیز شرکت کرده بودن و اساساً علمای اون منطقه و شخصیت ها، نخبه های اونجا به صلاح تحریم کرده بودن، نگفته بودن به این دعوت. اما اینکه خامنه ای چی گفت توی این به صلاح چیز صحبتش امروز، خب طبق معمول به صلاح یه مش پرت و پلا و پوشال گفت، از جمله اینکه گفتش که آمریکا و اروپا رو به افول هستن، اقتصادشون داره وا میره، خلاصه از بین میره و اینها خلاصه دارن از بین میرن و به جاش مثلا کشورهای دیگه دارن سر بلند میکنن تو مناطق مختلف و تو خاورمیانه اینا، که حتما منظورش یکیش هم حتما خودش بود و این پرت و پلاها خلاصه گفت. از اینکه بگذاریم، بعد اومد سر به اصطلاح به طور خاص سر موضوع بلوچستان. سر موضوع بلوچستان، حالا این نکته را بگم که اینها از مدت قبل خیلی تلاش کرده بودن که به اصطلاح جمعیت زیادی رو بردارن بیارن، خب هم 400-500 نفری که اونجا جمع میشه میخواستن از بلوچستان بیارن. بعد این روزای آخر 3 روز مونده، 2 روز مونده به اصطلاح همین داستان، مثلا شو فکر کنم 17 بود که اینا یک دفعه اعلام کردن که نخیر، 2 تا استان میخواد بیاد و به اصطلاح خراسان جنوبی هم اضافه شد بهش. یعنی اینا دیدن خیلی فضاحته، کسی از بلوچستان نمیاد به اصطلاح با تحت عنوان مثلا 2 استان از خراسان جنوبی برداشتن یه سری به اصطلاح آوردن که به اصطلاح اونجا بله بتونن پر بکنن اونجا رو، چون خیلی فضاحت بود اگه پر نمیشد. در هر حال خامنه ای بعد از اون پتپلایی که گفت به موضوع خاص چیز پرداخت و به اصطلاح یک سری هم هشدار و تهدید کرد علمای به اصطلاح اهل سنت این منطقه رو، شخصیت های اونجا رو. این خامنه ای برگشت گفتش که دشمن دو نقطه اساسی رو هدف گرفته، یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. بعد گفت نذارید وحدت رو به هم بزنن. وحدت یعنی چی؟ یعنی اونجایی که پای منافع ملت در میان هست، اختلافات مذهبی، اختلافات سیاسی، گروهی، قومی رو اینا رو باید بذاریم کنار. انگار نه انگار که خودش داره دامن میزنه به همین اختلافات و ماجرا. بعد گفتش که این در واقع خطابش خاص به علمای اهل سنت و منطقه است، گفت باید مراقب باشیم راه خطا نریم، اشتباه نکنیم. قرآن معیار داده به ما، قرآن میفرماید که محمد رسول الله و الذین معه. آیا ما با پیغمبر هستیم یا نیستیم؟
راه اینه دیگه، علامت داره، والذین معه اشداء علی الکفار. اگر شما دیدید این راهی که داریم میریم راهیه که کفار رو خوشحال میکنه، بدونید که اشداء علی الکفار نیستید، پس مع رسول الله نیستید، یعنی همراه پیغمبر نیستید. ببینید چقدر بیشرمانه و دجالگرانه خودشون نشونده جای پیغمبر، میگه آقا جون تو اگر چیزی بگی که مخالفین من خوششون بیاد تهدیدم میکنه، پس تو با من نیستی. یعنی خودشون به صلاح میذاره جای پیغمبر، میگه پس تو با من نیستی. بعد خلاصه این در ادامهش هم گفتش که حواستون جمع باشه، گفت حواسمون، ولی در واقع به اونا میگفت که حواستون، تهدید میکرد که حواستون جمع باشه، حرفی که میزنی تو جهت نقشه دشمن نباشه، جدول دشمنا خلاصه کامل نکنه این حرف شما. گاهی ممکنه که غفلت بکنه کسی، حرکتی بکنه، یه حرفی بزنه که جدول نقشه دشمن رو کامل کنه، این خطرناکه. خب این در واقع به اصطلاح جوهر و به اصطلاح خلاصه شده حرفای خامنه ای توی چیز بود. البته حالا به اربعین هم پرداخت، یه چیز هم مثلا میخواد تلاش که اربعین رو مصادره کنه بذاره جیب خودشونه، که اینا رو حالا به اصطلاح فاکتور میگیریم، ولی اساس حرفاش این بود. بعد به اصطلاح نکته چیزی هم که داشتش امروز این بود که این یه دفعه زد به سر کربلا و دوباره رفت سراغ کی؟ دوباره رفت سراغ آمریکا و همه این قیام ها و اینجور چیزها رو در واقع به اصطلاح تلاش کردش که به بلوچستان رو به تلاش کرد که به آمریکا نسبت بده اینا رو، که یه به اصطلاح حرفای خیلی مشمعز کننده هم تو این رابطه زدش اینا. من می‌خواستم حسین اگه موافق باشی خیلی کوتاه قسمتی از صحبت‌های خامنه‌ای رو اگه اتاق فرمان آمده باشه برامون پخش کنه و بعد با تو بیشتر بپرسیم. بله خیلی خوب. معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده از دولت آمریکا، اسم این مجموعه گروه بحران است. مأموریت این گروه بحرانسازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن. اونا نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که در ایران چند نقطه بحران ساز وجود داره که باید اونا رو تحریک کرد، فعال کرد اون نقاط رو. یکیش اختلافات قومی است، یکیش تفاوت‌های مذهبی است، یکیش مسئله جنسیت و مسئله زن است. اینا رو باید در ایران تحریک کنن، اینا بحران درست کنه. تصریح کردند که میخواهند در ایران وضعیتی به وجود بیارن مثل وضعیت سوریه و یمن. بله قسمت کوتاهی رو شنیدیم. حسین هدف خامنه‌ای رو از این کار چی دیدی؟ نکاتش هم که کوتاه شنیدیم. خب ببینیم، با این دجالگری که در واقع همه چیز رو به آمریکا نسبت داد و موضوع رو در حد اختلافات قومی و اختلافات مذهبی نازل کرد و بحث امنیت ملی و بحث وحدت اینا چیز که ببینید، یکی این که اینا به اصطلاح همون به زبان دیگه همین اتهام تجزیه طلبی رو به اینا زد و از کنم به حضور شما اینا رو تهدیدشون کرد. خب حالا کل هدفش خلاصه این که اینا رو برداشته بود، هدفش این بود که تعدادی از اینا رو بردار بیاره اینجا و با این کارش، یعنی به سمت کشوندن به سمت خودش، ایجاد اختلاف و تفرقه تو صفوف مردم بلوچستان بکنه. هیچ هدفی به جز این نداشت و خوشبختانه به سال با هوشیاری شخصیت ها، علما و نخبه های بلوچستان در واقع با جواب رد دادن بهش خونسا کردن این توطئه‌اش و در واقع این در هدف به سال رذیلانه ای که داشت کاملا شکست خورد و به هیچ جا نرسید و مضحکه عام خاص خواهد بود. حسین خیلی ممنون از حضور در استودیو و نکات سر صحبت های امروز خامنه ای با اصطلاح مردم بلوچستان و خراسان جنوبی که داشت. با تشکر از فرصت که به من دادید. خیلی ممنون.